در نهایت کیوان حرف عدد و رقم کیوان حسینی با این دیوار پر هم با ما هست منظور آقای جولیانی چیه؟ چه خانشی میشه کرد از این ادعای او؟ باید نگاه بکنیم به تمام اون که اس برد آقای جولیانی به عنوان ایالت که قرار آرا رو به چالش حقوقی بکشند و در دادگاه سعی بکنند تغییر ایجاد بکنند و بعد ببینیم که اون ایالت هایی که ایشون بهش اشاره کرد چقدر رای الکترال دارن مجموع این ایالت هایی که اسپورت در همین کنفرانس خبری 62 رای الکترال دارن یعنی در نهایت اینها چشمشون به این هست که با رفتن به دادگاه تلاش بکنند که تعداد آرای الکترال جو بایدن رو به کمتر از رقم 270 برسونند که در این چهار ایالت وضعیت یکسان نیست وضعیت رقابت این دو نفر مثلا میشیگان رو که اس برد آقای جولیانی به عنوان یکی از ایالت ها در ابتدا شاید همینطور بود که میگفت یعنی واقعا زمانی که رسانه ها پیش کردند که آقای بایدن برنده میشه فاصله خیلی کمتر بود بیش از یک درصد الان در نهایت وقتی 99 درصد آرا شمرده شد سه درصد فاصله است و نزدیک به 150 هزار رای در آخرین بروز هایی که انجام شده تغییراتی از جانب اون شکایت ها که بتونه 150 هزار رای رو چه میدونم مثلا با گفتن اینکه آدم هایی که شناسامشون باطل شده بوده رای دادند یا چیزهایی از این دست جابجا جا کرد خیلی سخته ولی در ایالت جورجیا که اون رو هم اسپورت وضعیت اونجوری نیست اختلاف خیلی کمه صحبت از 7000 رای آخرین روز رسانی شده 7500 تا و 99 درصد آراش شمرده شده به این معنا که هستش که به احتمال زیاد این فاصله خیلی بیشتر هم نخواهد شد با این وس در این ایالت چه بسا شانس داشته روشن ولی نکته مهمتر این هستش که اصولا آقای بایدن برای بردن و رئیس جمهور شدن اصلا به ایالت جورجیا نیاز نداره در ایالت بعدی که اسپورت ویسکانسین فاصله آقای بایدن و آقای ترامپ در حال حاضر بیش از 20 هزار رای هست 99 درصد آرا شمرده شده و این یکی دیگه از ایالت هایی هستش که خیلی در واقع امید بستند و وکلای ترامپ بارها ازش اس بردند و میخوان که اون رو به چالش بکشن و از همه مهمتر پنسیلوانیا و مسئله آرای پستی آنچه که در اینجا شما ما میتونیم ارزیابی بکنیم که چقدر شانس دارن یا نه باز هم برمیگرده به اختلاف این دو نامزد و تعداد آرایی که بینشون فاصله هست این فاصله رسیده به بیش از 34 هزار رای که فاصله کمی نیست بیشتر از نیم درصد کار رو برای هر گونه تغییر در نتیجه نهایی با باز شماری با رفتن به داد برای تیم حقوقی آقای ترامپ بسیار دشوار خواهد کرد بعد نیست نگاهی بکنیم به انتخابات کنگره بسیار بسیار مهم بوده تمام مجلس نمایندگان به رأی گذاشته شده به اضافه یک سوم سنا از اونجا چه خبر؟ دموکرات ها خیلی امیدوار بودند و خیلی امیدوار شروع کردند تا اینجای کار این چیزی که ما داریم میبینیم از این سی کرسی مجلس سنا که به در واقع رأی گذاشته شد در این انتخابات آنچه که بی بی سی پیش بینی کرده 46 به 48 کرسی هست مجلس سنا 100 کرسی داره و البته رسانه های آمریکایی هستند که تعداد پیش بینی دموکرات هاشون 48 است اتفاق مهم اولی که در ارتباط با مجلس سنا افتاده این هستش که وقتی که شما حزب دموکرات یا حزب جمهوری ها هر خودمشون ریاست جمهوری رو میبرند به یک امتیازی هم در مجلس سنا دست پیدا میکنند بدین ترتیب که این مجلس که صد کرسی داره امکان داره در وضعیتی قرار بگیره که 50 رای جمهوری خواه باشند و 50 رای دموکرات یک بنبستی میتونه شکل بگیره یک بنبست سیاسی نویسندگان و قانون اساسی آمریکا برای اینکه این مشکل رو حل بکنند برای همیشه یک پوزیشن و یک موقعیت نمادین ولی مهم برای معاون رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا تعیین کردن به عنوان رئیس تشریفاتی سنا که در هنگامی که هر دو پنجاه به پنجاه باشند رأی او هست که تعیین میکنه سنا به کدوم سمت بره با این توضیح اگر که دموکرات ها بتونن به در واقع دو کرسی بیشتر یا سه کرسی بیشتر دست پیدا بکنند چه بسا بتونند اکثریت سنا رو به دست بیارن که در هفته آینده ما متوجه خواهیم شد نکته مهم و اتفاق واقعا اساسی که میتونم دربارش صحبت بکنم در ارتباط با سنا باید برگردم دوباره به نقشه و اون هم یک کرسی هست که در ایالت آریزونا به دست آوردند ایالتی که جمهوری خواه بوده و هم در جریان انتخابات ریاست جمهوری از حزب جمهوری خواه روی برگردونده با پیش بودن آقای بایدن و, و, و هم یکی از کرسی های بسیار مهم جمهوری خواهان در مجلس سنا در همین انتخابات از دست جمهوری خارج شد و به حزب دموکرات رسید این کرسی کرسی آقای جان مکین هست که دو سال پیش فوت کرد او به مدت سی سال سی و یک سال سناتور ایالت آریزونا در مجلس سنا بود پیش از او بری گولد واتر این کرسی مهم رو به مدت 20 سال در اختیار داشت و آقای گولدواتر یک چهره خیلی نمادین برای جنبش نومحافظه‌کاری ایالات متحده آمریکا محسوب میشه و خیلی ها بهش اعتبار میدن مسئله بازگشت محافظه‌کاران بعد از جنگ جهانی دوم در سیاست ایالات متحده آمریکا رو کرسی به این اهمیت بعد از 51 سال در سال 2020 به دست دموکرات ها افتاده که پیروزی کمی نیست و در نهایت مجلس نمایندگان مجلسی که دورش دو سال است و هر دو سال انتخاباتش برگزار میشه اکثریتش با دموکرات ها بود نگرانی های دموکرات ها داشتند که چه بسا اکثریتشون ضعیفتر بشه هنوز ما نمیدونیم دقیقا که اکثریتشون در این مجلس چگونه خواهد بود و حتی چه بس اکثریت رو خواهند داشت یا نه پیش بینی ها از سوی ناظران سیاسی بیشتر این هستش که اکثریت رو خواهند داشت اکثریتشون ضعیف بشه تا اینجای کار 200 دوازده کرسی به دموکرات ها رسیده و 198 کرسی به جمهوری خواهان و همچنان باید منتظر بمونیم و هفته دیگه سهشنبه چهارشنبه چه بسا ما مطمئن باشیم که وضعیت کنگره چگونه خواهد بود به طور کلی اگر بخوام یک در واقع تحلیل کلانتر از مسئله کنگره بگم این هستش که بعد از گذشت 4 پنج روز از انتخابات اون وضعیت و نگرانی که در روز اول و شب اول انتخابات در ارتباط با کنگره وجود داشت تا اندازه زیادی برای دموکرات ها رنگ باخته و همین حالا امیدواری های شکل گرفته که علاوه بر ریاست جمهوری همزمان مجلس سنا و مجلس نمایندگان یعنی مجموعه کنگره رو هم در دست داشته باشن که اگر این اتفاق بیفته دیگه واقعا یک پیروزی بسیار مهم برای آقای بایدن خواهد بود و کارش هم در چهار سال پیش رو بسیار راحتتر خواهد شد و اگر باز هم برگردیم به این نقشه هنوز آریزونا، جورجیا و کارولینای شمالی تکلیفشون به صورت قطعی روشن نشده و همینطور آلاسکا, آلاسکا این گوشه بله چون در نقش جاش اینجاست ولی خب ما به خاطر اینکه جا نداشتیم برای گرافیک این رو گذاشتیم اینجا و هر دفعه من نگاه میکنم میبینم آلاسکا اینجاست یه جوری فکر میکنم که از نظر جغرافیایی خیلی معنا مفهوم نداره در هر صورت این ایالت ها هنوز منده ولی به نظر نمیاد که اعلام نتایج اونها چندان در نتیجه انتخابات تأثیر زیادی داشته باشه و یا حتی در دعوای حقوقی که آقای ترامپ میخواد شروع بکنه درسته؟ قطعا هیچ کدوم اینها دیگه نمیتونه بر نتیجه انتخابات تأثیر بذاره اما میتونه یک نتیجه گیری مهم رو برای ما داشته باشه اگر که حزب دموکرات و آقای بایدن موفق بشن که هم در ایالت آریزونا و هم در ایالت جورجیا پیروز بشن هر دوی این ایالت, ایالت ها ایالت های قرمز بودند ایالت های جمهوری خواه بودند ایالت آریزونا ها رو که داریم میبینیم و البته با تکرار بکنم رسانه هستن از جمله فاکس نیوز که پیش بینی کردن آقای بایدن در اینجا برنده باشه این در واقع ایالت بارها و بارها به نمایندگان حزب جمهوری خواه رای داده و همونطور که تاکید کردم خانه نو کاری آمریکا هم محسوب میشد آریزونا با کرسی که جان مککین به عنوان یکی از نمایندگان مهم در اونجا داشت و در جورجیا هم که البته اینجا شانسشون بسیار کمتر هست دموکرات ولی همچنان شانس دارن پیش پیشتاز هست آقای بایدن در اینجا پیروزی بزرگی خواهد بود از جهت ارزش نمادینی که داره برای دقیقا اگر اینا این دوتا رو هم حساب بکنیم به بگذاریم روی آرای کالج الکترال آقای بایدن او از عدد 300 رأی آقای بایدن از عدد 300 تجاوز میکنه و به این معناست که علارغم اینکه به نظر میومد انتخابات بسیار شانه به شانه است بسیار نزدیکه ولی پیروزی قطعی براش به حساب میاد پیروزی پیروزی بسیار بزرگتری هم خواهد بود و فراموش نکنیم که اگر این اتفاق بیفته هر که در ارتباط با جورجیا باید بیشتر منتظر بمونیم ولی آریزونا امکان داره که زودتر بدونیم نکته مهمی که این وضعیت میتونه به وجود بیاره و باید بهش اشاره بکنیم این هستش که آقای ترامپ داره سعی میکنه با چالش حقوقی از همین نتیجه ای که در حال حاضر جلوی چش ما هست یعنی 279 بکاهه حالا فکرشو بکن که اگر که اینها رو هم اضافه بشه به در واقع آرای الکترال آقای بایدن عملا هیچ بختی از نظر منطقی دیگه وجود نخواهد داشت که بشه اون 300 رو رسون به زیر 270 و چه بسا چهره های مهم حزب جمهوری خواه از آقای ترامپ بخوان که دیگه کوتاه بیاد و شکست رو بپذیره و به معنای پایان کار باشه ولی نکته دیگه هم که در حاشیه بگم و در پایان این در واقع بخشی که جلوی دیوار هستیم این هستش که کارولینای شمالی از جمله ایالت هستش که آرای پستی رو تا روز 12 نوامبر به رسمیت میشناسه برای همین برای در واقع روزهای بیشتری باید صبر بکنیم تا بتونیم نتیجه کارولینای شماری رو بدونیم آلاسکا وضعیت مشابهی داره برای همین این دوتا رو حال در واقع در چند روز آینده نخواهیم دونست جورجیا باید باز شماری بشه ولی آریزونا این امکان وجود داره که دیر یا زود امشب فردا شب و همین روزها چه بسا هم قبل از سخنرانی آقای بایدن که قرار چهار ساعت پنج ساعت دیگه باشه در ایالت پنسیلوانیا ممنونم از کیوان حسینی